عرض شد که خب این صحبت شد که فردوسی خاطره جمعی رو سروده و این خاطره جمعی در حقیقت اگر بشه گفت روح یا روان فرهنگیه که خودآگاه و ناخودآگاه وجود داشته، شاعر این توانایی داشته که این رو بیان بکنه و این باید در جایگاه مناسب و در زمان مناسب بیان بشه. فقط توانایی شاعری داشتن کافی نیست، برای اینکه این توانایی ها در شرایط فرهنگی و اجتماعی نامناسب احتمالاً معمولاً نفله میشه، از بین میره. روح زمانه در روزگار فردوسی چی بوده که این امکان بداده که این توانایی شاعرانش، قوه شاعرش یا هر چیز مثل یه بذری شکفته بشه به عمل بیاد؟ یه نکته فراموش کردم بگم، این که معرفت خودآگاه و ناخودآگاهی هر دو در شاعر هست از روح زمانه، اما این احتیاج به طبع شعر هم داره و طبع شعر هم منظور من طبع شعر به معنای مرسوم کلمه نیست، یعنی من توانایی به هم بافتن کلام منظوم نیست، بلکه منظورم از طبع شعر اون طبیعت شاعرانه است که به یمن این طبیعت اندیشه و حسیات یک هماهنگی خجسته و فرخنده مبارکی دارن با موسیقی کلام، که اگر این موسیقی کلام نباشه و این هماهنگی، اگر یک هماهنگی خجسته نباشه، من کلمه دیگه پیدا نمی‌کنم، اگر هماهنگی فرخنده نباشه، خوب با هم سازگار نشه، که معلوم نیست حالا این خوب چیه، اون در نخواهد اومد. یعنی بسیاری خصوصیات نهاد، برای همین هم هستش که خب یه فرهنگی چند هزار سال میگذره و بروز اساسیش هم در شعره و چهار تا پنج تا شاعر پیدا میکنه، برای اینکه یه چیز خیلی نادریست دیگه. در حال روح زمانه در دوره فردوسی چیه که بعد از همه این چیزا که با هم جمع شد این شاهنامه تونست سروده بشه؟ در قرن چهارم هجری روح زمانه بیداری ملی ایرانیا بود. 400 سال حکومت عرب ها در زمان سامانیان و یاد گذشته که به کلی زنده بود، کاملا زنده بود تا دوره فردوسی. نشانه ها فراوونه، البته تمام تاریخ هایی که در مورد اون دوره نوشته شده، دهقان ها و رفتار ایرانی ها، خاندان هایی که بودن، من وارد این جزئیات نمیشم، برای اینکه یک توضیح مختصری در این باره در ملیت و زبان دادم که بعد در تهران به عنوان هویت ایرانی و زبان فارسی چاپ شد. اونجا یه در 20 صفحه شاید هم بیشتر توضیح دادم که روح زمانه چی بوده، چه نقشی داشته زبان و چه نقشی داشته تاریخ و چقدر تاریخ قلابی، نسبنامه قلابی ساخته می شده از طرف ترک و فارس برای اینکه خودشون رو بچسبونن به دوره ساسانیان یا قبل از ساسانیان، برای اینکه مشروعیت پیدا بکنن، برای اینکه هویت پیدا بکنن، برای اینکه بگن ما کی هستیم. و در ضمن در خراسان از طرف دیگه توجه به تاریخ ساسانیاست و نسب سازی و زبان فارسی. شاهنامه در یه چنین شرایطی ساخته میشه، یه چنین شرایطی سروده میشه. به هر حال این شرط مناسب هم وجود داشته برای اینکه تمام اینها آنچه که پیشتر گفتیم دست به دست هم بده و پیدا بشه. حالا این کتاب فقط بنابر گزینش روح زمانه شخص فردوسی قرن چهارم هجری نیست. اگر بود خب الان اون زمان گذشته، اون روحی هم گذشته و کتاب هم خوندن نداشت. من گمان میکنم که روح زمانهای دیگر رو هم در بر میگیره که یک کمی دیرتر بهش خواهیم پرداخت. ولی قبل از هر چیز شاهنامه به یمن کلام زیبا، صورت زیبای خاطره جمعی ماست. زیبا رو هم به معنای هنری و زیبا شناختی کلمه به کار میبرم که شاید به بهترین معنایی که به نظرم میاد که زیبایی رو به عنوان تجلی حقیقت متعالی در نظر میگیرم و نه در هماهنگی
و محتوا اونجوری که یه مدتی مرسوم بود و الان یه ذره کمتر رسمه. هر اثر هنری رو ظرفی یه فرم و محتوا میچتوندم به همون توضیح داده میشد، بلکه در یگانگی هر دو، یعنی یه صورتی به معنی توضیح بدم، صورت رو به معنی ارسطویی کلمه میگم، یعنی ماده خصوصیتی داره که جز اون فرمی رو که میگیره فرم دیگری نمیتونه بگیره، چیزی که آلمانا بهش میگن گشتالت، اون صورتی که از زیر میجوشه بیرون میاد، از زیر پدیده، از بن پدیده، از بطن پدیده بیرون میاد. یعنی انسان بودن، حالا از جور دیگه بخوایم بگیم، انسان بودن بدون این صورت امکان پذیر نیست. انسان اگر چهار دست و پا می بود حیوان بود. صورتی که محتوای خودشو ناگزیر معین میکنه، یک چنین یگانگی صورت و محتوا، و محتوایی که جز این صورتی که گرفت صورت دیگری نمیتونست بگیره. برگردیم به مسئله زیبایی که شاید بشه گفت یا یکی از توضیحات این استش که حقیقت متعالی زیباست، یا زیبایی حقیقت متعالیه. اگر حقیقت رو بازتاب ساده و بیواسطه و مکانیکیه واقعیت بگیریم، که این ضبط صوت اینجاست و این امر حقیقته، یا این میز اینجا هست با این خصوصیات و این امر حقیقته، این یک حقیقت ابتدایی اولی است، یک حقیقت ساده است، حقیقت متعالی نیست. چیزی که تو ذهن من به عنوان حقیقت متعالی میتونم توضیح بدم، دریافت خاصیه که ما به عنوان انسان از واقعیت داریم، که این به واسطه است، بی واسطه نیست. الان توضیح میدم مقصودم چیه، به چه ترتیبیه. حقیقت ساده و مکانیکی یا بیرونی دریافتی که از واقعیت بیرون ما داریم، از بودن و نبودن یه چیزی داریم، از خوب و بد یه کاری داریم، یا مثلا از درستی و نادرستی یه بررسی یه پژوهشی. اما حقیقت متعالی دریافتیه که ما از حقیقت حقیقت داریم. از این دومی اگر ما بتونیم یک حقیقت دیگری استخراج بکنیم که الان نمونه‌هاشو خواهم گفت به عنوان مثال، اون وقت اون حقیقت، حقیقت متعالی، حقیقتی است فراتر از حقیقت اولیه. منتها اینجا خدا هم یادآوری کردم، من که خیلی فکر کردم گفتم چون نمیتونم فکرمو خیلی درست و روشن بیان بکنم مثل میزنم، و این مثل زدن از ناچاریه. فرض کنیم که فرض نداره واقعا، وجود آخرت برای آدمی که بی ایمان باشه تصوره، ولی همین تصور برای آدم مؤمن واقعیت و حقیقته. وجود آخرت، دوزخ، بهشت برای آدم مؤمن حقیقت، از واقعیت هم قوی تره، برای اینکه واقعیت این دنیاییه، وقتی برای او حقیقته یعنی زمان نداره. عرض شد که چرا حقیقت برایش، برای اینکه امر انسانیه، دریافتیه که او از آفرینش داره آدم مؤمن و از عاقبت کار دنیا. حالا دانتر در نظر بگیریم در یک سفر خیالی که میکنه به دوزخ، برزخ و بهشت، به راهنمایی ویرژیل، به راهنمایی باتریس. اگرچه این سفرش خیالیه و مسئله ایمان دیگه در کار نیست، و همه کسایی هم که میخونن میدونن که این خیال برساخته و اختراعی آدمه، اما اون چی که از دانته دیده میشه این برآمده است از یک حقیقت قبلی. حقیقت قبلی حقیقت دانته است که ایمان داشته به این که بهشت هست، دوزخ هست و برزخ هست. این حقیقت دوم یه حقیقت متعالیه، فراتر رفته از حقیقت اول. اون وقت اونجا وقتی که مثلا در دانته ما میبینیم که برای یک آدم مؤمن مسیحی واقعی، برای اینکه تو جنگ‌های مذهبی بوده، اصلا تو دعواهای فلورانس بوده و در مذهبش هیچ تردید نیست، یه چنین آدمی توی تمام دوزخیا یک مجازات مشترک هست و اون تنهایی، و دو نفر رو معاف میکنه و این دو نفر، دو نفری هستند که زنا کردن، یه زنیه با برادر شوهر خودش
و به این نتیجه میرسیم که عشق فراتر میره از تمام اعتقادات مذهبی، این میگیم این یه حقیقت متعالیه، یک حقیقت دیگره و فقط هم انسانیه. بدون وجود انسان به این حقیقت دسترسی نیست، در هیچ حالتی البته نیست. خود واقعیت هم امر انسانیه، ولی این دو برابر انسانیه، برای اینکه یک حقیقتی ساخته از اون حقیقت یک حقیقت دیگری استخراج کرده. کار آدمیزاد اینه که به یک چیز بی‌معنا معنا بده. دائم آدمی در این گرفتاریه، معلوم نیست از کجاست، به کجا میره، سراسر هم بی‌معناست به یک معنا، و آدم کارش اینه که دائم برای این معنا اختراع کنه. حالا با اجازهتون بریم بر سر چند مطلب دیگه. من امیدوارم که امروز بتونیم این بحث تاریخ رو تمام بکنیم. یه مطلب من توی این گفتگوهایی کردیم و به اختصار تمام برگزار شده، من گفتم که بعدا راجع بهش صحبت میکنیم. قرار بینش تصویر یا بازگور کردن خاطره جمعی یا انتخاب خاطره جمعی مطابق نه تنها روح یک زمان بلکه روح زمانهای دیگر هم. حالا در مورد فردوسی این کار چگونه شده که اگر فقط روح زمان خودش بود احتمالاً دیگه امروز مسئله برای ما اصلا این گفتگوها ما نداشتیم دیگه. اگر یادتون باشه یه دفعه این صحبت کردیم که فردوسی تاریخی که میسرازه، تاریخی که به رعب برمیاره، در قالب خصوصیات و درگیری های شخصیت های گوناگون یا با خودشون یا با دیگران یا با طبیعت این تاریخ رو پیش میبره. یعنی فردوسی مثل تاریخ های مرسوم یا تاریخ های کلاسیک حوادث رو بیان نمی کنه، رویدادها رو ذکر نمی کنه، بلکه اون چی که او ذکر می کنه بیان می کنه سرگذشت آدم ها. در ضمن که سرگذشت آدم ها رو داره می کنه، آدم هایی هستن که در تاریخ پهلوان ها هستن یا پادشاهان، نقش دارن، سرنوشت او را در ضمن سرنوشت تاریخه. اون وقت در این کار دورانه‌ای که انجام میشه که در ضمن که سرنوشت آدم ها رو میگه تاریخ رو هم بیان میکنه، ما با شخصیت های مثل سیاوش که خسرو، رستم، سهراب، اسفندیار و همه اون کسایی که میشناسید روبرو میشید، از دیو و دب تا آدمیزاد و از افراسیاب گرفته تا پیران. و وقتی که سرگذشت این اشخاص بیان میشه و درگیری هاشون، ما با این جنبه های از زندگی آدمی و روحیات و خصوصیات آدمی روبرو میشیم که اینها ابدیست، با اون دردها، با اون شادی ها و با اون گرفتاری های اگه بشه گفت عاطفی یا فکری آدمی را روبرو میشیم که در همه زمان ها صادقه وجود داره. مسئله قدرت فرض کنیم یکشه در داستان رستم و اسفندیار، گرایش به عالم بالا و تناقض یا گیروداری که کشاکشی که وجود داره بین زندگی این جهانی، محدودیت جسم و پرواز روح در داستان سیاوش، مثلا مسئله گناه و معصومیت باز در همون داستان، مسئله سادگی، صداقت و شور و بیخیشی جوانی در سهراب، مسئله این دفعه یه بار اینو گفتم این کلمه رو ولی چون هیچ چیز جاش نیست باز دلم میخواد همونو بگم، مسئله رئال پولیتیک در برخورد رستم با پسرش با سهراب، که حتی اگر میدونست که پسرش هم هست شاید میکشتش. این انتخابی که بین مسئله قدرت و مسئله سیاست یک کشور یا یک قوم وجود داره و مسئله عاطفه شخصی که یکی دیگر رو داغون میکنه. به هر حال صحبت فردوسی بر سر اون جوهرهایی که اون اصلهایی که هستی انسان رو میسازه و بر سر پیوند و جدایی آدم ها با هم دیگه، بر سر عشق مثلا در داستان در ماجرای سیاوش و سودابه، اون چی که به سر سودابه میاد به هر حال یک امر خیلی کمپلکسه که همیشه برای آدمیزاد ممکنه پیش بیاد وجود داره و بعد مسئله نمیدونم غریزه یا عشق و گناه
و این حوادثی هستش که همه شاعران بزرگ درگیرش هستن، مثل شکسپیر مثلا، مثل سوفوکل. و اگر کار کهنه نمیشه، برای اینکه این چیزا کهنه نمیشه و درگیر مسئله روز، یا گرچه اینا مسائل روزه به یه معنا، ولی مسئله همه روز هست، مسئله یک روز نیست. یا چگونه یه بودن آدمیزاده در جهانه. در نتیجه این کار کهنه نمیشه اگر درست بیان بشه، اگر زیبا بیان بشه کهنه نمیشه. البته خب کار خیلی نادری هستش که این کار هر کسی هم نیست. به این مناسبت شعر میمونه و برای ما مونده. این تاریخ برای ما به عنوان یه چیزی فراتر از تاریخ مونده. تاریخ در حقیقت اینجا تاریخ رو دفتر کرده، از تاریخ فرار گذاشت و از خودش فراتر رفته. جالب توجهی که فردوسی به این توجه داره، حالا نمیخوام بگم کنسیانس به معنی فرنگی، یا نمیخوام بگم به این خودآگاه نسبت داریم، ولی به این توجه داره، یک چیزی از این حس میکنه. وقتی میگه که جهان کردم از خرمی چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکشت. سخن از جمله چیزهاییست که توی شاهنامه سخن و داد، این دو چیزه که طبیعت رو عوض میکنه. از داد پادشاه، از بیداد پادشاه، شیر در دستانم میخشکه، آب در جویها میخشکه، و از دادش باران میباره، نمیدونم علف ها سر میشه، این بسیار گفته شده. و توی شاهنامه، حالا من اینجا صحبتی نمی کنم، من اینکه امیدوارم یه وقتی راجع به سخن مفصل تر صحبت بکنیم، سخن هم از چیزایی هستش که جهان رو عوض میکنه و سخن خوب جهان رو بهشت میکنه. یه دریافت عجیبی از سخن و اثر کلام یا اثر سخن در چیزهایی که بیرون از آدمیه، در طبیعته و که دنیا رو دیگرگونه میکنه. وقتی که خاطره جمعی به صورت شعر با اون تفاصیلی که گفتیم سروده بشه و هستی پیدا بکنه، یک گذشته خاموش، گذشته‌ای که در خودشه، به منزله یک حقیقت متعالی و زیبا در ما جان میگیره، به وجود میاد. یعنی گذشته یک زندگی تازه پیدا میکنه و وقتی که در ما زندگی پیدا کرد، در حقیقت گوهر جهانه که در ما سبز شده، رویده شده و به ما چی میده؟ ما رو هم زندگی کنه. یعنی این یک عمل دیالکتیکی متقابله، یک چیز خاموش و موضوع گذشته زنده میشه، در ما زندگی میکنه و وقتی که در ما زندگی کرد، ما رو در یک کلام با قول فردوسی با فرهنگ میکنه. خب از این داد و ستد دو طرفه از برکت وجود شاعر، چیزی که پیدا میشه اینه که یکی خاطره تاریخی در ما زنده میشه و یکی دیگه این که ما وارد خاطره تاریخی میشیم. به محض این که خاطره تاریخی در ما بیدار شد، ما کنسیانس تاریخی پیدا میکنیم، ما هم وارد تاریخ میشیم، ما به گذشته باز میگردیم، بدون این که در گذشته بمونیم. البته برای اینکه اون گذشته هم اکنون در ما این زمانی شده، در نتیجه ما دیگه به گذشته آدم گذشته نیستیم، ولی تمام اون توشه گذشته رو با خودمون داریم. حالا تمام نه، ولی اون توشه گذشته رو به قدر توانه خودمون با خودمون داریم. یک عمل دو جانبه انجام میشه، گذشته در ما زنده میشه، ما رو به گذشته میبره که اون گذشته امروزیست. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه. این ترتیب من گمان میکنم که برگردیم به تاریخ و کار فردوسی، یک هویت ملی پایدار ایجاد میشه و نسل‌های آینده گذشته رو در خودشون داشته باشن و این امکان وجود داشته باشه که گذشته رو زندگی بکنن، یک هویت ملی پیدا میشه که این هویت ملی همپای نسل‌ها زندگی میکنه و بیرون از این دایره محدود یک هویت فرهنگی پیدا میشه که همه فارسی زبان‌ها همه مدیون شاهنامه هستن. فقط هویت ملی دیگه نیست، این هویت تاجیکام هست، هویت فرهنگی تاجیکام هست، هویت فرهنگی افغان هم هست،
اگر نمیدونم هر روزی هر جایی فارسی زبانی وجود داشته باشه، این هویت فرهنگی او هم هست. مسئله فقط هویت ملی نیست. نه خیر، حق با شماست، اما به شرط اینکه بشناسن. البته نه دیگه، چیزی هستش گفتم که با خوندن شاهنامه هر بار یه حقیقت متعالی زیبایی رو که خصوصیت هر اثر هنری است در روح خودمون این رو تجربه میکنیم، زندگی میکنیم و به این ترتیب خاطره جمعی در این مورد توأم با یک شادی فرخنده، چون شادی فرخنده دیدار زیبایی است، درک یا کشف زیبایی، زیبایی به اون معنی که گفتیم. در حال از همه این حرفا که بگذاریم، دست آخر میخوام اینو بگم پیش از اینکه این گفتگو تمام بشه که فردوسی یک گذشته مرده رو از زیر آواز بیرون میکشه، یا گذشته ای که مرده نمیتونم بگم، اگر مرده بود به دست فردوسی نمیرسید، یک گذشته پنهان رو از زیر آواز بیرون میکشه، یک گذشته ای که در انکانسیان زندگی میکنه دیگه، در ناخودآگاه یه قومی زندگی میکرد، این رو از زیر آواز بیرون میکشه و با این خصوصیاتی گفتیم و احتمالاً بسیار چیزهای دیگه که به عقل من نرسیده و نگفتم، اینو مثل یه پرنده پرواز میده به طرف آینده تا امروز، حالا بعدش دیگه نمیده، جان میده بهش. چو عیسی من این مردگان را تمام سراسر همه زنده کردم به نام، جای دیگری میگه، یعنی یک حالت زندگی بخشیدن. حالا از همه این حرفا که بگذاریم، لذتی که از شنیدن یا خوندن شاهنامه و به خصوص از شنیدن شاهنامه، این لذت والا و این لذت شاد، خود این لذت یکی از موجبات عمده رواج شاهنامه بوده در بین مردم ایران فارسی زبان، و این رواج به طوری بوده که خیلی از مورخین احتیاج نمیدیدند بازگو بکنند، متاسفانه بازگو نکردند و روایت های دیگر به دست ما نرسیده، برای اینکه همشون گفتن که این همه بلدن، همه میدونن، وگرنه روایت های دیگه این قصه ها رو به دست میوردیم. نیست اینجا مثلا من چند تا متن هستش الان یادآوری میکنم، البته خب چیز شده دیگه، اون جایی که مورد نظرم بوده نقطه چین بعد میاد و کیکاووس زنی داشت و این زن چون سیاوش را بدید بر وی عاشق شد و حال با آن انجامی که سیاوش به ترکستان افتاد از ترس پدر و آنجا کشته شد، چنان قصه آن مشهور است و تکرار آن دراز گردد، میدونی. و چون گودرز به لشکر افراسیاب رسید، جنگ های عظیم رفت، چنان قصه آن معروف است. و یا اون که قصه اینا مال فارسنامه ابن بلخیه، و یا اون که قصه کشتن ایرج تا به پادشاهی منوچهر جمله با شاه اسکندر بگفت، به اینها چنان که در شاهنامه فردوسی نظم داده است و اغلب خوانندگان را معلوم باشد. پس حکیم این قصه ها حالا اینجا دیگه است، باز از همون کتاب، پس حکیم این قصه ها برای شاه باز گفت، چنان که در شاهنامه مذکور است و اینجا باز گفتن تطویلی دارد و این داستان ها خود بر خاطر اغلب مردمان باشد که از شاهنامه خوانده باشند. باز در جای دیگه همین کتاب که خواهم گفت اسکندر نامه است، میگه پس حکیم قصه گشتاست و صفت هفت خان اسفندیار و رفتنش به رو ایندش، چنان که در شاهنامه نوشته است باز گفت و شاه بدین، در جای دیگه باش و شاه بدین، حکایت دیگری بدین حکایت ها، این چهار ماه که در رو ایندش بود به سر برد. باز همه میگن خب همه میدونن، ما نگفت در رستم و تاریخ میبینیم که حتی حالا از این نمونه ها که بگذاریم، حتی در مجلس این رستم و تاریخ هم از اون کتاب های افکرکی نخونده سفارش میکنم حتما بخونه، چه عجیب کتاب است. میبینیم که حتی در مجلس محمد حسن خان قاجار و علی مردان خان زن، هیچ کدومشون زبانشون فارسی نیست، که زبان مادری هیچ یک فارسی نبود، شاهنامه خوانده میشد در مجلس محمد حسن خان قاجار دائم، یعنی معمولا همیشه با شاهنامه بود شبا و بعد دیگری گاه و بیگاه.